مسئله پناهندگان در سالهای قبل از 2010 یک مسئله اقتصادی، معیشتی و مدیریتی پناهندگان در جهان بود. اما از چند سال به این سو این مسئله در کنار اقتصادی بودن بیشتر سیاسی شده و خصوص مسئله افغانستان هزاره. نمایندگی های سیاسی حکومت افغانستان در کشورهای مهاجرپذیر با حکومت های آن کشورها صحبت میکردند تا روند را برای پناهندگان هزاره دشوارتر سازند. همراهان گرامی، لطفاً کانال استار میدیا را سابسکرایب نمایید، لایک و کامنت را هم فراموش نکنید. برای همکاری بیشتر کانال استار میدیا را به اشتراک بگذارید. من از همراهی و همکاری شما عزیزان سپاسگزار و ممنون می شوم. عرض سلام و ادب خدمت همه شما همراهان گرامی. ادامه موضوع، نمایندگی های سیاسی حکومت افغانستان برای کشورهای مهاجرپذیر استدلال میکردند که ناامنی و بدامنی مسئله داخلی افغانستان است. حکومت افغانستان از پس مدیریت آن برمی آید و حکومت های مهاجرپذیر به خصوص کشورهای خارجی زیردخل در افغانستان می فهمانند اگر روند پذیرش پناهندگان هزاره را بیشتر سازیم جهان متوجه ضعف و شکست شما در افغانستان می شود. نمایندگی های سیاسی حکومت افغانستان در کشورهای خارجی به دو موضوع اصرار داشتند و دارند. یک، پناهندگانی که از افغانستان در کشورهای دیگر درخواست پناهندگی می دهند باید به نام پناهندگان افغان پذیرفته شوند و یا برگردانده شوند. دو، اگر داوطلبانه برنامه گردند باید سالهای زیاد را در بی‌سرنوشتی به سر ببرند. لحاظ پناهندگان هزاره برای حل این مسئله راه حل‌های سیاسی و یا اقتصادی بیابند. تنها با دادخواهی و تظاهر کردن بر این مشکل فایق آمدن نمی‌توانند و این مشکل به آسانی حل نخواهد شد. پناهندگان هزاره زمان این مشکل را حل می توانند که یک نیروی پشتبان در افغانستان و در کشورهای مهاجرپذیر داشته باشند. در داخل افغانستان از طریق مدافعانشان فشار بر حکومت افغانستان وارد کنند تا حکومت افغانستان به نمایندگی های خود در کشورهای مهاجرپذیر دستور دهد از مداخله در موضوع پذیرش پناهندگان هزاره در کشورهای مهاجرپذیر دست بردارند و همچنان گروه های حامی پناهندگان هزاره در کشورهای مهاجرپذیر از طریق لابی در احزاب سیاسی آن کشورها. رضا جعفری از اعضای حزب سبز فرانسه است و حالا حکومت های مطبوع را قانع بسازند که روند پذیرش پناهندگان را آسان‌تر و تعداد پذیرش را بیشتر سازند. برای این که کشورهای مهاجرپذیر روند پذیرش را آسان‌تر سازند اعتماد آنها باید جلب شود که بر تعداد نفوس مهاجرین در این وضعیت در کشورهای دوم و سوم تا مدت رسیدگی به پرونده های پناهندگان فعلی افزودن نخواهد شد. باید گروه های مدافع در داخل افغانستان برای امنیت مردم تلاش کنند و دفاع خودی را بیشتر سازند. از این طریق مشکل پذیرش پناهندگان هزاره در کشورهای دوم و سوم تا حد حل خواهد شد. دادخواهی و اعتراف روی ندارند. موضوع پذیرش پناهندگان فعلا چند پهلو شده است. همانطور که دیگر مسائل پهلوها و جنبه های مختلف دارند، موضوع پناهندگان هزاره نیز دارای پهلوهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می باشد. امیدوارم این نظر مورد توجه شما قرار گیرد و به حل این موضوع کمک کند تا مهاجران هزاره از این بی سرنوشتی بیرون آیند. از توجه و همکاری شما سپاس گذارم. شاد و موفق باشید.